درود بهت، به شب خون خوش اومدی. اینجا سعی میکنیم تجربه یا نمایش رو برات ایجاد کنیم. این سری نمایش نامه‌ایه، دور از دسترس اطفال نگهداری شود، اثر فرشته فرشاد. این نمایش نامه 3 بخش داره، بخش سومش رو تقدیمت میکنیم، همراهمون باش. میگم ساعت 6 عصر. نه خیر، سر نهار. کمی کم ساعت 2. بابا سوری، تو آلزایمر گرفتی؟ کور شم اگه دروغ بگم؟ بابا آخه من نمیدونم تو چت شده. اعصاب منو خاک شیری نکن صابرا. آها سوری، ما خواب بودیم تو اتاق. سرگل، اصلا از اتاق که اومدیم بیرون دیدیم اینجوری شده. یعنی هیچ سر و صدایی نشنیدین؟ نه خیر، ما داشتیم ناهار میخوردیم. چی میخوردین؟ چی میخوردیم؟ صابر، چی داشتیم ناهار؟ ظرف غذا که شسته است. کی ظرفا رو شست؟ صابر. مطمئنین؟ اصلا اون روز ناهار خوردین؟ آره، کشک بادمجون داشتیم. نه بابا چی میگی، یتیم چه بود؟ نه بابا، یادت نیست؟ کشک بادمجون خوردیم. نه ببین، ما اون روز اصلا ناهار نخوردیم سوری. چی کار میکردین؟ نه خواب بودین، نه ناهار میخوردین. مامور گاز میگه هر چی زنگ زده درو باز نکردین. آقا والا بلا اصلا کسی زنگ نزد. خونه نبودی، تازه رسیده بودی، ازت هر چی پرسیده غیر عادی جواب میدادی. دنبال یه چیزی میگشتی تو کوچه، چیزی گم کرده بودی؟ با من چند بار باید جواب پس بدم. سیگار چی میکشی؟ بهمن. این بسته زست مال توه؟ ای کجا بود؟ تو سطل آشغال. آره، مال منه. تو وقتی سیگار میکشی سیگارا رو ماتیکی میکنی؟ تو جا سیگاری 2 مدل سیگاره، تعدادش هم زیاده. سروان اخوان. بله قربان. تا سیگارا رو بده آزمایش بزاق بگیرن. قربان، ولی میدونید که آزمایش بزاق. حرف نباشه، ببر بده آزمایش کن. بسته زست مال منه. سیگار میکشی؟ دیگه چی میکشی؟ شماها اون روز با هم بودین، یه کاری کردین. نه سرگرد، ما هیچ کاری نکردیم. شماها با هم مواد مصرف میکنین؟ آره؟ مواد که اصلا با هم نه، یعنی من مصرف میکنم. چیزایی که پنهون میکنین خرجش یه آزمایشه، وقت تلف نکنین. بابا گفتم که سرگرد. سروان، این دوتا رو ببر بندازشون تو بازداشتگاه. یعنی چی؟ وایسا اخوان یه دقیقه وایسا. سرگرد یعنی چی؟ یه روز اونجا باشین معلوم میشه، اصلا آزمایشگاه لازم نیست. آره منم مواد مصرف میکنم. سوریه صابر رفت بیرون مواد بگیره، خیلی طول کشید، انگار گمش کرده بود. منم داغون بودم، وقتی رسید اصلا نفهمیدم چجوری زدم، خیلی خمار بودم. همیشه سهرابو میبردیم تو زیر زمین، بچم نبینه چی کار میکنیم. اون روز انقدر داغون بودیم که سهرابو نبردیم. دفتک همین جاها میچرخید واسه خودش. چرا صابر نبردش؟ اونم بدتر از من. لباسای چرک مال توه؟ آره. تو همون؟ آره. آره. اون موقع چی کار میکردی؟ همون بودم دیگه. مطمئنی؟ پورشم اگه دروغ بگم. از این کیه؟ زری خانوم، این طبقه بالایمون بپرسی؟ حتما صدای آواز منو زیر دوش شنیده. تو چی کار میکردی؟ من دوباره رفتم بیرون یکم خرت و پرت بخرم. این شیشه الکل چیه؟ من رو سهراب الکل ریختم. جواب انگشت نگاری میگه اثر انگشت خانم رو شیشه بوده. شیشه خالی رو از سهراب گرفتم، اصلا توش الکل نم. بچه با الکل آتیش گرفته. من ازش گرفتم، ترسیدم بخوره، بعد دیدم هیچی توش نیست. الکل واسه چی دست بچه بود؟ من چه میدونم، لابد داشته باش بازی میکرد. من خوردم زمین تو هموم، تو حال خودم نبودم. گشتم اما بتادین نبود. رفتم لباسامو پوشیدم، دیدم شیشه الکل دست سهرابه. شیشه رو ازش گرفتم، یکم زدم به سرم. تو که گفتی شیشه الکل خالی بوده. اول پر بود، دوباره که ازش گرفتم دیدم خالیه.
بچت الکل ریخته رو خودش. تو چه مادری هستی که نفهمیدی بچت خودش رو غرق الکل کرده؟ من اصلا حالم خوب نبود. کجا آتیش گرفت؟ نشون بده. اینجا. تو که گفتی بیرون بودی؟ رفتم بعد زود اومدم. چجوری آتیش گرفت؟ سیگارم خورد بهش. سوری دیوونه شدی؟ نه سیگار من خورد بهش. کجا بودین؟ هر جا بودین همونجا وایسین. میتونستین یه پتو بندازین روش خاموشش کنین. انداختین؟ مگه انداختن یه پتو رو بچه چقدر طول میکشه؟ نزدیکشم که بودین، چرا زودتر خاموشش نکردین؟ ها؟ پتو پیدا نمیکردیم، پتوها رو داده بودیم خوششویی. پس چه جوری پتو انداختید روش وقتی پتو نداشتید به قول خودت؟ خب یه دونه پیدا کردیم بالاخره دیگه، ندار که نیستیم. پزشک قانونی میگه سهراب ساعت 3:30 سوخته، شما ساعت 7 زنگ زدین به اورژانس. تو این فاصله چی کار میکردین؟ ما ساعت 7 خودمون اومدیم، موندیم چی کار کنیم؟ چیز تازه نقشه کشیدیم چیکار کنیم. سوری داد و هوا را انداخت، بعدم قرار شد یکی اون گردن بگیره دیگه. اون یه بچه معمولی نبود که، اون یه عقب مونده بود. یه تیکه گوشت از همه چی عقب، از حرف زدن، از راه رفتن، نشستن، خوردن، بکردن. بچم بود، پاره تنم بود، اما دیگه خسته شده بودم ازش. غذا که میخورد برنجا رو میپاشید همه جا، هم خونه رو گاه میگرفت هم سر کلش. یه بار تو چرت بودیم که دیدیم نیست، فکر کردیم گم شده. رفتیم بیرون تا میدون اصلی هم رفتیم، دیدیم واسطه وسط میدون آواز میخوند. مردم دورش جمع شده بودن، کلی پول خورد ریخته بودن دورش. میدونی یعنی چی؟ تا حالا دور بچت پول خورد ریختن؟ تو کوچه، تو فامیل، بچه ها بهش میگفتن زنجیری. ننه باباشون هم که بچه نبودن نگاهشون داد میزد زنجیری زنجیری. بچه هم دیوونه نبود، یکم فقط عقب افتاده. شاید اگه کمکش میکردیم جلو هم میافتاد. ما تو حال خودمون نبودیم. آره ما تو حال خودمون نبودیم. اصلا سهرابو نمیدیدیم که داره میسوزه. میدیدیم بدبختیامون داره میسوزه، داشت خندمون میگره. سهراب نبود که میسوز، بدبختیامون بود. میدیدیم یه باری از زندگیمون داره کم میشه. سهرابی ندیدیم که بسوزه. میشه یه سیگار به من بدین؟ تو رو خدا یه سیگار به من میدین؟